کی بر این کلبه طوفان زد سرخواهی زد، ای پرستو که پیام آور فروردینی. این شعر از شهریار نشون میده که وقتی پرستوها در آسمان دیده میشوند مژده بهار میدهند. پس پرستو پرنده مبارک و خوشقدمیه. حالا فکر کنید این پرنده مبارک و باشکوه چه جایگاهی برای روسها داره، برای مردمانی که در برف و یخ و سرما زندگی میکنند. روسها به پرستو چی میگن؟ میگن لاستوچکا، پرندهی که براشون مقدسه و دیده شدنش نمادیست از تمام شدن سختی زمستان و فرارسیدن دوران خوش بهار. اما مدت هاست که در ادبیات سیاسی ایران زمین و البته جهان پرستو معنای تازه‌ای هم پیدا کرده، یک معنای تازه که اتفاقا از فرهنگ لغات امنیتی روسیه برداشته شده. ما در این قسمت از مورخ رفتیم سراغ پرستوهای امنیتی و سیاسی و البته کلاغهای امنیتی و سیاسی، زنان خوش سیما و مردان خوش سیمایی که وقتی به یک چهره سیاسی نزدیک می شوند برای او بدبختی تمام و کمالی به بار می آورند. سلام، من احمد هاشمی هستم و اینجا پادکست مورخه. بریم ببینیم چی شد. به سنت همیشگی تیم مورخ، منابع این قسمت رو خدمت شما معرفی میکنیم. اول خبرگزاری نیویورک تایمز، دوم فارن پالیسی و سوم لاو کاست دیتکتیوز و البته صفحه فیسبوک مهرداد فرهمند. و اجازه بدید اینجا یادآوری کنم در انتهای این قسمت هم ویدیوهای ارسالی از طرف شما خوبان مخاطبان پرمهر مورخ رو با هم خواهیم دید. حالا بریم در دله تاریخ. پیش از شروع اجازه بدید نکته ای رو عرض کنم خدمتتون. با توجه به ذات موضوع این قسمت که در رابطه با یک بحث سیاسی و بحث امنیتی به نام پرستو و کلاغ صحبت خواهیم کرد و طبیعتاً این بحث گره خورده با مسائلی در زمینه هوا و هوس و شما بشنو مسائلی که شاید برای کودکان مناسب نباشه، پیشنهاد میکنم یا هدفون خودتون رو به گوش بزنید یا در فضای دیگری این قسمت رو ببینید و بشنوید. حالا بریم در دل تاریخ. در روسیه پرستو نه تنها پیک بهاره، بلکه در دین مسیحیت هم قداست مذهبی داره. در فرهنگ مردمان روس یک باوری وجود داره که میگه وقتی عیسی مسیح رو به صلیب کشیدند، تاجی از خار بر سرش گذاشتند و آن هنگام بود که پرستوها به دور مسیح حلقه زدند و سعی کردند تا تاج خار را از سرش جدا کنند که از درد و رنجش بکاهند. همین روایته که باعث میشه روسها باور داشته باشند صدای پرستوها تسبیح خداونده، همون صدایی که انگلیسی ها بهش چی میگن؟ میگن توییت. و اسم شبکه اجتماعی توییتر هم از همین صدای پرستوها برداشته شد، البته که از وقتی آقای ایلان ماسک اومد سر کار زد زیر میز و بازی رو عوض کرد، اسم گذاشت ایکس. بگذاریم بریم سراغ پرستو. این پرنده مقدس و خدایی بود تا وقتی کمونیست های خدا ستیز در روسیه روی کار اومدند، پرستوها رو از عرش به فرش آوردند این دوستان و زیبایی و قداست رو از این پرنده ها گرفتند. پرستو که زمانی پیام‌آور خوشبختی بود، با روی کار اومدن کمونیست ها تبدیل شد به عامل بدبختی. بدبختی چه کسانی؟ سیاسیونی که در بند هوا و هوس هاشون گرفتارند. یعنی چی؟ عرض میکنه. ۱۹۳۱ میلادی، OGPU،
سازمان اطلاعات وقت شوروی، همین اوکپو، یعنی اداره سیاست مشترک دولت، در واقع همون سازمانی که بعد از جنگ جهانی دوم اسمش شد کاگبه به معنای کمیته امنیت دولت، اومد یک کار ویژه کرد. چه کرد؟ یک آموزشکده‌ای رو راه انداخت برای تربیت جاسوس، آموزشکده‌ای به اسم مدرسه تخصصی لنین یا همون اسپتسیالنایا لنینسکایا، مدرسه‌ای در حومه مسکو که بنا بود به شکلی متفاوت جاسوس‌های ویژه تربیت کنه. کمی بعد هم یک مدرسه دیگر در منطقه کازان تاتارستان افتتاح شد، تقریباً با هدف مشترک. این دو مدرسه دو بخش فوق سری داشتند. بخش اول اسمش بود آشیانه پرستوها و بخش دوم اسمش چی بود؟ دخمه کلاغ‌ها. حالا داستان چی بوده؟ عرض میکنم در آشیانه پرستوها دختران زیباروی روس که ماشاءالله زیباییشون هم زبان زده تربیت می شدند و در دخمه کلاغ‌ها هم پسرهای خوشتیپ روس، دختر پسرهایی که البته بجز زیبایی و خوشبر و رو بودن و هیکل خوب داشتن یه سری قابلیت دیگه هم نیاز داشتن. مثلا باید سطح بالایی از هوش می داشتن، یعنی باید در آزمون هوش اولیه قبول می شدند برای ورود و به زبانهای خارجی هم باید مسلط می شدند. حالا سوال، این افراد باهوش و خوشگل بنا بود چی یاد بگیرن و چه کنند در این آشیانه و دخمه؟ عرض کنم اساتید حاضر در مدرسه لنین و مدرسه کازان به شاگردان دو بخش آشیانه پرستو و دخمه کلاغ آموزش‌های لازم برای یادگیری فنون افسونگری و مهارت‌های آمیزش جنسی رو یاد می‌دادند تا کم کم برای مأموریت‌هایی که برنامه‌ریزی شده بود آماده شوند. دوستان، مأموریت‌هایی که معروف بودند به هانی تراپ یا تله عسل و احتمالاً حد می‌زنید که قرار بود چه اتفاقهایی بیفته. قرار بود برن سراغ دیپلمات‌ها و مسئولان خارجی و اونها رو داخل و خارج شوروی به دام بندازند. قرار بود خدمت بزرگی به شوروی بکنند و خدمت بزرگی به شوروی کردند. پرستوها و کلاغ‌ها تونستند چهره‌هایی رو همراه سیاست‌های شوروی کنند و عملاً تبدیلشون کنند به مهره‌های این ابرقدرت جهانی و در کنارش البته اطلاعات بسیاری هم به دست بیارن که احتمالاً از هیچ روش دیگر این کارها ممکن نبود. هر انسانی پازلی از خواسته هاست. اگر یاد بگیری که قطعه گم شده پازلشون باشی، هر کاری برات میکنن. این دیالوگی بود از فیلم ردسپارو یا گنجیشک قرمز. به رسم همیشگی مورخ سری به فیلم هم بزنیم. البته یادآوری کنم سینما مورخ رو در یوتیوب دنبال بکنید، اونجا مفصل و اختصاصی به تاریخ سینما میپردازیم. به هر حال این فیلم با بازی خانم جنیفر لارنس میپرداخت به سیستم پرستوسازی کشور روسیه. البته فیلم درباره روسیه بعد از شورویه و میخواد نشون بده هنوز که هنوزه این سیستم تربیت جاسوسهایی که با استفاده از ابزار جنسی کارشون رو پیش میبرند داره کار میکنه. فیلم ردسپارو البته خیلی ضد روس و بسیار به نفع آمریکاست. انگار فقط روسان که از مدل پرستو و کلاغ برای جاسوسی استفاده میکنند. خیر، اصلا اینجوری نیست. همه استفاده میکنند. همه. حالا در ادامه توضیح خواهیم داد که این تکنیک امنیتی در سایر کشورها هم استفاده میشه، به شکل مفصل هم استفاده میشه، اما این رو میدونیم که پایه‌گذارش به شکل سیستماتیک دستگاه امنیتی شوروی بوده در تاریخ. اونها سیستمی ساختند که حسابی جواب داد و فقط توی فقره مثال بزنیم، پرستوهای روسیه تونستند سفیر فرانسه در مسکو در سالهای دهه 50 میلادی رو به دام بندازن. آقایی بود به نام موریس
دژان، کسی که رفیق صمیمی آقای ژنرال دوگل بود، رئیس جمهور وقت فرانسه، و همین به دام افتادن آقای موریس دژان در تاریخ در واقع پرستوها وقتی نازک بشیم میبینیم اتفاق بسیار مهمی بود، یعنی از بزرگترین سیاسیونی بود که در تاریخ پرستوهای روس به دام افتاد. خب بیایم جلوتر. 1963 میلادی، فیلمنامه نویس روس یوری کروتکوف پناهنده میشه به آمریکا و فاش میکنه که وظیفش چی بوده در کشور خودش. وظیفه ایشون یافتن زنان جذاب بوده در روسیه. آقای کروتکوف این زنان رو در محل فیلمبرداری پیدا میکرده و با پیشنهاد پول و لباس و موقعیت‌های شغلی آنچنانی اونها رو استخدام میکرده. مردان هم به شیوه‌های مشابه انتخاب میشدند، به خصوص از بین همجنس گرایان. جلوتر توضیح خواهم داد مفصل. واشنگتن پست در 1987 میلادی عجیبه گزارش داد بیشتر غربی هایی که مدتی رو در مسکو گذرونده باشند قطعاً هدف تلاش پرستوها یا کلاغ‌ها برای اغفال بودند. نکته جالب حالا چیه؟ اینه که کلاغ‌ها از پرستوها موفق‌تر از آب در اومدن در تاریخ این پروژه. مثلا یه آقایی بود به اسم نیکولای کوزنتسوف. این آقای نیکولای کلاغی بود که با همسران سفرای خارجی در مسکو رابطه برقرار میکرد و تقریبا در 100% مواقع موفق بود، یعنی عملا رو تخت قوقا میکرده ایشون. همین آقای نیکولای دو مورد موفقیت در زمینه ارتباط با همسران سفرای ایرانی در شوروی هم داره در کارنامش. هم همسر محمد ساعد مراقعی رو اخوال کرد و هم همسر مجید آهی رو. اینم تو پرانتز عرض کنم، آقای مجید آهی میشه بابا بزرگ شهریار آهی، یکی از چهره‌های اپوزیسیون، که آقای نیکولای مادر بزرگ ایشون رو برده به تله عسل و کارم در آورده بود. صحبت آقای در واقع محمد ساعد شد، اجازه بدید رویشون هم نازک شیم. وقتی همسر آقای محمد ساعد مراقعی که گفتیم ایشون سفیر ایران بود در شوروی به دام آقای نیکولای کوزنتسوف افتاد، اوضاع احوال روابط زناشویی آقای محمد ساعد مراقعی با همسرش کلن به هم ریخت. حالا چرا میگم به هم ریخت؟ فکتمون چیه؟ تو خاطرات ایشون میشه رد پاشو دید. مثال بزنم، عرض میکنم ایشون توی خاطراتش میگه زمانی که نائب کنسول شدم خوشحال اصلا دستفشان و پایکوبان رفتم خبر بدم به خانومم، در رو کردم گفتم خانوم بیا خانوم بیا که من شدم نائب کنسول. خانومم چی گفت؟ گفت خاک تو سرت فلانی کنسوله، تو نائب کنسول، خاک تو سرت. این گذشت، چند وقت بعد شدم چی؟ کنسول ایران در شوروی. باز رفتم پیش خانومم گفتم شدم کنسول دیگه، باز تحویل نگرفت که نگرفت. و چی گفت؟ گفت خاک بر سرت فلانی معاون وزیر امور خارجه است و کنسولی. گذشت، شدم معاون وزیر خارجه. باز خانومم گفت خاک تو سرت فلانی وزیر تو معاونی. رفتم جلوتر شدم وزیر خارجه، دوباره گفت خاک تو سرت فلانی نخست وزیر تو وزیر خارجه. چی بگم تو فامیلی سر باشی نمیرم بلا. آقا گذشت، شدم نخست وزیر مملکت. رفتم گفتم اینو چی میگی دیگه، شدم نخست وزیر دیگه، من چی بگم؟ خانومش چی گفته؟ گفته خاک تو سر ملتی که تو نخست وزیرشونی. به نظر میرسه آقای نیکولای روس، کلاغ در واقع روس، کاری با خانم آقای مراقعی کرده بود که آقای مراقعی رئیس جمهور آمریکا هم میشد. یعنی اصلا چه میدونم میرم فضا هر کاری میکرد، فایده نداشت. اجازه بدید تا اینجای داستان رو تعریف کردیم، سرنوشت این آقای نیکولای کوزنتسوف رو یادی ازش بکنیم. خیلی زحمت کشیده در تاریخ پرستوی بازی و اصلا کلاغ بازی شوروی و اساسا در تاریخ. ایشون کسی است که در وصفش نوشتند هر زنی که باش همبستر میشد بندش میشد.
در نهایت ایشون در جنگ جهانی دوم کشته میشه و به عنوان قهرمان اتحاد جماهیر شوروی ازش یاد میشه. یه تمر یاد بودم به یادش چاپ میکنن. حالا دوستان قرار بگردن بذارن، شاید ممیزی داشته باشه، نتونیم تمر رو پخش کنیم. البته به هر حال ایشون کلاغ موفقی بود. این داستان پرستو پیچیده تر از این حرف است. یعنی این نبوده که فقط یه سری پرستوی خانوم باشن برای آقایون، یه سری هم کلاغ باشن برای خانوم ها. ما در تاریخ و تا همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم یه سری پرستو و کلاغ همجنسگرا هم داشتیم و داریم. حالا به تاریخش برگردیم، از کجا میاد؟ اساساً همجنسگراها در اون ایام از نظر اجتماعی جایگاه نازلی داشتن و کلن تو جامعه اذیتشون میکردن. نتیجه خیلی راحت تر قطعاً جذب سرویس های امنیتی میشدن، ضمن اینکه خیلی هم موفق بودن. چرا؟ اگر مثلا یک چهره سیاسی در اون سالها رابطه همجنسگرایانه میداشت و دیگران میفهمیدن، بسیار رسوایی بزرگی بود و عملاً اگر این اتفاق میافتاد اون چهره سیاسی راحت تر قطعا به خواست سرویس های امنیتی تن می دادن. مثالش آقای جان واتکینز، سفیر وقت کانادا در روسیه در دهه 50 میلادی. این اتفاق براش می افته. کاگبه می فهمه که ایشون همجنسگراست و با یک کلاغ میره به دام می اندازه آقای واتکینزو. با همین به دام افتادن مجبورش می کنن این بنده خدا رو استعفا بده. اینم تو پرانتز بگم جالبه، یه مهمونی بوده، آقای خورشوف رهبر اتحاد جماهیر شوروی پا میشه سخنرانی کنه، شروع میکنه تیک انداختن به همجنسگرایان و کلان هم بود واتکینز زوم نگاه میکرده حرف میزده و غیر مستقیم تیکه بارون میکنه این بنده خدا رو و عملا خیلی حال میکنه. در نهایت ایشون استعفا میده و برمیگرده کانادا. اما پرستوها و کلاغ‌های شوروی همیشه موفق نبودن. از ناکامی‌هاشون هم بگیم، فارغ از کسانی که پرستو و کلاغ میومدن سراغشون و نمیتونستن بندازنشون تو تله، یه موردی هم هست در تاریخ که پرستوها تونستن بندازنش تو تله ولی سوژه خیلی چغر بود، خیلی شیک و مجلسی از تله در اومد رفته زندگیش. کی بوده و چطور از تله در اومده؟ آقای احمد سوکارنو، هم اسم بنده‌ام بوده، رئیس جمهور کشور اندونزی. ایشون یه سفر پا میشه میره شوروی. کاگبه چه میکنه؟ طبق معمول یه تعداد پرستوی زیبا میفرسته به اقامتگاه آقای سوکارنو. ایشون هم نه نمیگه، خیلی فعال و پرتوان یه رابطه گروهی رویایی هم برای خودش رقم میزنه تا صبح به گفته خودش. البته همزمان هم کاگبه داشته چیکار میکرده؟ فیلم میگرفته، صدا تهیه میکرده و اینا. تو پرانتز اینم بگم، فارغ از اسم اون دانشگاه آشیانه پرستو، این آشیانه پرستو در ادبیات امنیتی به یک مکانم گفته میشه. دو تا سویت کنار همه، یعنی یا دو تا اتاق، یکیش برای اینکه پرستو یا کلاغ با سوژش برن تو عشق و حال، این وریه برای اینه که مامورای سرویس امنیتی بشینن فیلم و عکس و صدا تهیه کنن از پرستو بازی یا کلاغ بازی سوژه. حتی شغل سختی هم هست گویا. به هر حال آقای سوکارنو میفته تو تله شب تا صبح، میفته تو تله هی و صبح میخواد جمع کنه برگرده اندونزی. میگن آقای سوکارنو یه لحظه تشریف بیارین، خسته نباشین، بفرمایید، اینا خدمت شما، اینا این شما، این فیلم شماست، این عکس شماست و اینا، دیگه آدم ما بد بشی از اینجا به بعد. آله آقای سوکارنو چه میکنه؟ عرض میکنه فیلمو که میذارن جلوی آقای احمد سوکارنو و تهدیدش میکنن، ایشون میگه که من خیلی عذرخواهی میکنم، با کیفیت چون ندارین، چقدر دوربیناتون تعدادش کمه، من از اون ور میخوام خودمو ببینم، زاویه افق بدنم اصلا خوب نیست تو این فیلم. کاگبه یا میگم بله، آی سوکارنو میگه بله، میخوام ببرم تو سینماهای اندونزی پخش کنم که مردمم به من افتخار کنن که رئیس جمهورشون چه کرده توانمندی رو ببین، شما خودت نگاه کن. بعدم پا میشه میره اندونزی، یه سخنرانی عمومی میکنه، میگه ما رفتیم شوروی، سفر خوبی بود، دستاوردهای بسیار خوبی هم داشت، در کنار دستاوردها یه سری دخترم برای من فرستادن که من آدمشون بشن، نه تنها من آدمشون نشدم بلکه تا صبحم من آدمشون نشدم. آقای سوکارنو در رابطه با همین اتفاق خیلی جذابه، جمله‌ای داره که درس سیاست و امنیت و رسانه است. عملا میگه پادزهر شانتاژ افشاست.
گفتیم استفاده از پرستو و کلاغ فقط مختص به شوروی نبود، طبیعتاً اساساً فقط متعلق به سیستم‌های امنیتی دولتی هم نبوده. جالبه در تاریخش نگاه کنیم. بذاریم با فیلم یه مثال بزنم. فیلم بلک بوک رو احتمالاً دیدید، یا همون کتاب سیاه، که داستان چیه؟ در دوران جنگ جهانی دوم و در هلند اشغال شده توسط نازی‌ها، یک زن یهودی رو نشون میده که از طرف گروه‌های آزادی بخش مأمور میشه که چه کنه؟ با یکی از مسئولان نازی بریزه رو هم ازش اطلاعات بگیره. یا روز شغال رو قطعا بسیاری از دوستان دیدن. داستان چیه؟ یک هیئت امنیتی سری تشکیل میشه که چه کنه؟ دنبال یک تروریستی بگرده که میخواسته رئیس جمهور فرانسه رو ترور کنه. اونایی که تروریست رو اجیر کرده بودن یه خانومی رو مأمور میکنن، میفرستن سراغ یکی از اعضای این هیئت امنیتی که اینجوری ازش اطلاعات بگیرن. حالا این دو فیلم بود، کلی داستانهای دیگه در فیلمهای ساخته شده در تاریخ جهان داریم از روی همین بحث پرستوها و کلاغ‌ها. شما هم اگر به یاد دارید فیلمی یا دیدید که مرتبط با جاسوس‌هایی که از ابزارهای جنسی استفاده می‌کنند، برای ما کامنت بفرمایید که هم ما و مخاطبان ببینیم و هم در سینما مورخ روزی بهش بپردازیم. خب تا اینجای کار متوجه شدیم اگرچه شروع استفاده سیستماتیک از بدن و قوای جنسی به عنوان ابزار جاسوسی مربوط به شوروی بوده و بعد به سایر کشورها هم تسری پیدا کرده، اما قبل از شوروی هم بودند کسانی که از ابزار جنسی و از بدنشون برای رسیدن به اهدافی استفاده می کردند. چقدر قبل از شوروی همچین روش هایی وجود داشته؟ خیلی قبل از شوروی. احتمالاً انسان از ابتدای خلقت میدونسته که میتونه با استفاده از بدنش و تحریک قوای جنسی دیگران به امتیازاتی برسه. یه مثال تاریخیشو بزنم. ما چند قسمت قبل در پادکست مورخ داستان پوریم رو تعریف کردیم، جشن پوریم که جشن مهمی است برای یهودیان و در واقع معتقدند که کشتند ایرانیان رو، بر اساس اتفاقاتی است و این رو جشن میگیرن هر سال. بگذاریم، علاقه من بودید ببینید و بشنوید، واقعا جذابه. اما چرا این رو گفتم؟ روایت داستانه چی بود؟ آقایی به نام مردخای، دختر عموش که خانم استر بوده رو ور میداره میبره دربار خشایارشاه، میفرسته در واقع اونجا که به واسطه زیبایی عجیب غریبش بشه زن خشایارشاه، که میشه و به موقعش میتونه تأثیری بذاره که میذاره که ایرانیان رو بکشن، که میکشن. این نمونه تاریخیش. حالا چقدر درست یا غلطه بحث دیگری است، ما اونجا در اون قسمت مفصل اثبات کردیم. خب تا اینجا پرداختیم به شکلگیری پرستو و کلاغ و کمی هم به تاریخش نگاه کردیم، اما اجازه بدید با هم بررسی کنیم که پرستوها و کلاغ‌ها در واقع تاریخ معاصر ایران زمین چقدر داستان داشتن. گرچه یه مقدارشو گفتیم دیگه در رابطه با همسر دو تن از سفرای ایران در شوروی یه کوچولو گفتیم، اما برای رسیدن به اولین ردپای پرستو در تاریخ معاصرمون باید کمی به عقب برگردیم، به دوران ملی شدن صنعت نفت. وقتی پرونده دعوای ایران و انگلیس سر نفت جنوب رفت کجا؟ دیوان بین المللی دادگستری، یا همون دادگاه لاهه، و از طرف ایران آقای دکتر کریم سنجابی هم به عنوان نماینده در هیئت قضات دادگاه لاهه حضور داشت. حالا داستان چی بوده؟ محمد مصدق و تیم حقوقی ایران پا میشن میرن دادگاه لاهه، دفاع میکنن، برمیگردن. آقای سنجابی میمونه که با قضات و بقیه قضات فرایند قضاوت رو پیش ببرن. تو همین ایام یک خبرنگار خانوم فرانسوی که اصلا خبرنگاری هم بوده برای خودش، حسابی نزدیک میشه به دکتر سنجابی. انقدر نزدیک میشه که دیگه دکتر یه روز تلفن رو بر میداره، زنگ میزنه ایران، میگه الو داداش آب دستت میذاری زمین میری زن منو بر میداری میفرستی هلند، همین الان میفرستی لاهه، از این حرفا نیست، خرابم من. اون بنده خدا پشت تلفن میگه دکتر جان تو این شیر تو شیری لاهه نفت داره ملی میشه، تو تاریخ میخوایم بنویسیم زن تو چیکار، بیای دیگه. آقای سنجابی میگه آقا من آدمم وا میدم از عصبی من خوشگل فرانسوی.
ایشون هم میگه آقا فرستادم آروم باش، هواپیما میگیرن میفرستن. به هر حال آقای سنجابی قصر در میره و بعدها رئیس اهل السالوادور هیئت قضات لاهم با آقای سنجابی تبریک میگه بابت استقامتش و میگه اون خبرنگار خبرنگار نبود، پرستوی انگلیس ها بود. اینجا هم یک مسابقه مطرح کنیم، بفرمایید لطفا ما در کدوم قسمت در مورخ داستان آقای سنجابی رو تعریف کردیم و مفصل به ایشون پرداختیم؟ به اولین دوستی که کامنت کنه جواب درست رو از طرف تیم مورخ هدیه‌ای به یادگار تقدیم خواهد شد. اینم از این. حالا سوال، آیا داستان ایران و پرستوها همینجا تموم شد؟ خیر، ادامه داشت. خب کمی که تاریخ رو جلو بیام میبینیم پرستو فرستادن تبدیل میشه به یکی از شگردهای دستگاه امنیتی ایران. مثلا ما در قسمتی که به پرویز ثابتی پرداختیم که دوستانم بسیار عنایت به بنده داشتن، چرا سیگار کشیدی که ما گفتیم آقا به خدا نمایشی بود، و به هر حال با همه اینها پیشنهاد میکنم اگر علاقمند بودید حتما ببینید و بشنوید و لذت ببرید، چرا که در روزهای اخیر بسیار پرویز ثابتی بحثش داغه، ما هم به ایشون پرداختیم ولی متفاوت در یک قسمت. علاقمند بودید ببینید و بشنوید. به هر حال اونجا توضیح دادیم که ساواک برای یه سری از روحانیون تهران که منبر میرفتن علیه شاه صحبت میکردن پرستو میفرستاده. حالا جالبه، پرستو برای اینا فرستاد، وقتی عکس و فیلماش در اومد یه سری از چهره‌های مذهبی مثل محمد تقی فلسفی، جعفر شجونی، عبدالرضا حجازی، محمود قمی، محمد صادق لواسانی، اینا همه دیدن ای این که همونه که ماموجا ای با تو هم بوده، چند با هممون بوده که ای بد شد که. و ساواکی ها اومد تو گفت سلام علیکم، خسته نباشید، این خانومه که با همتون، آره آره، ضمن اینکه شوهرم داره دیگه، اوضاع خرابه، خودتون میدونید دوستان عزیز، منبر تشریف میبرید حواستون باشه حرف اضافه نزنید. این نمونه دوران پهلوی و ساواکش. ولی یه نکته‌ای هم هست، اوضاع قبل از انقلاب متفاوت بود با بعدش. چرا؟ رابطه جنسی قبل از انقلاب آزاد بوده، یعنی اگر کسی رابطه خارج از ازدواج هم می‌داشته با کسی خیلی مسئله‌ای نبوده، قابل رفع و رجوع بوده، مگر برای کسانی که ادعای دین و مذهب و منبر و اینا داشتن، درست مثل همین آقایون فلسفی، شجونی و سایر دوستان. در واقع اگر پیش از انقلاب پرستویی هم در کار بوده، بیشتر میرفته که اطلاعات کسب کنه، نه اینکه رسوایی اخلاقی به طور مثال یا رسوایی جنسی به بار بیاره. خیلی جاها هم دستگاه امنیتی مجبور میشد از کلاغ استفاده کنه. چرا؟ چون به طور مثال کمتر خانومی پیدا میشده که با یک اعتقاد ایدئولوژیک راسخ بره تو دل حادثه، مثلا بپره رو تخت بزرگان. همه اینا به کنار، بعد از انقلاب اما داستان فرق کرد. روابط جنسی محدود شد. به چی محدود شد؟ به ازدواج، و هر چیزی خارج از این، یعنی خارج از ازدواج، میتونست برای تمام مقامات حکومت اسلامی حالا بی‌آبرویی و رسوایی به بار بیاره. و سوال، آیا این اتفاق افتاد؟ آیا بی‌آبرویی و رسوایی به بار اومد؟ بسیار. چطور حالا اتفاق افتاد؟ عرض میکنم. اجازه بدید با یک نقل قول شروع کنیم. بعد از انقلاب، بهزاد نبوی، فعال سیاسی قدیمی اصلاح طلب، یک اظهار نظری داره. چی میگه؟ میگه چهره سیاسی برای اینکه بتواند در ساختار جمهوری اسلامی دوام بیاورد باید 3 زیپ بسته داشته باشد: 1 زیپ دهان، 2 زیپ جیب و 3 زیپ شلوار. یه نقل قول دیگه، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت‌های خاتمی و روحانی، هم یک جای اشاره می‌کنه به همین صحبت‌های بهزاد نبوی و میگه که بنده زیپ جیب و شلوارم بسته است ولی زیپ دهنمو نمیتونم ببندم. حالا سوال، آیا این نقل قول‌ها کارگر افتاد؟ یعنی گوش کردن سیاسیون که دووم بیارن در ساختار؟
خیر، همه نتونستن به این توصیه گوش کنن و پرستو اومد سراغشون، کلاغ اومد سراغشون. حالا نفر اول، یعنی اولین موردی که خیلی معروف شد، صادق قطب‌زاده. ایشون معروف شد خیلی. خیلی ها هنوز معتقدند دوست دختر فرانسویش پرستو بوده آقا صادق، و خیلی های دیگه هم معتقدند، از جمله خود این خانم دوست دختر ایشون، معتقدند که اینا همش شایعه است. آقا این حرفا چیه؟ این از این. نفر بعدی، که این نفر بعدی اولین داستان یکی از سطح شایعه فراطرف. حالا کیه ایشون؟ تشریف بیاریم. جناب عطالله مهاجرانی، که زمانی که ایشون وزیر فرهنگ و ارشاد بودن، یه خانومی به اسم مهسا یوسفی دلدار وارد زندگیشون میشه و کار تا جایی پیش میره که این خانوم میتونه آقای وزیر رو به دادگاه بکشونه اصلا، و نتیجه وزیر استعفا داد، بعدم ایران رو ترک کرد و دیگه بر نگشت. میگن یه شب آقای مهاجرانی رفته بوده پیش خانم دلدار، آخر شب میاد برگرده خونه، میبینه سویچ ماشین نیست، حالا تاکسی میگیره میره. فرداش نهادهای امنیتی سویچ ماشین رو براش میفرستن و اینطوری پیغام میدن که داداش، آره تو دام عسلی، حواست جمع کن. آره حالا تو دهه 70 یک دام گسترده عسل دیگه از تله گذاشته بود. دام گسترده عسل توسط سرویس امنیتی آلمان برای نمایندگان ایرانی پهن شد. حالا چرا؟ یه تاجر آلمانی میاد ایران، میره مشهد، حالا اقدامات جنسی کرده بود، انسان جایز الخطاست دیگه، میگیرنش، میخواستن اعدامش کنن به دلیل روابط نامشروع. حالا نتیجه چی میشه؟ آلمان هم یه سری از نمایندگان مجلس رو اون زمان دعوت میکنه، میگه خواهش میکنم تشریف بیارید، و بعد دام عسل پهن میکنه، دوستان در دام میافتن، فیلم و عکس میگیره، میفرسته ایران و میگه خب اینجوری هست، داستان چیه؟ پخش کنیم؟ پخش میکنید؟ اعدام میکنید؟ داستان چجوری هست؟ نتیجه تبعه آلمانی نه تنها اعدام نمیشه، بلکه آزاد میشه، میره آلمان. گفته میشه سعید امامی که اون زمان معاون امنیت وزارت اطلاعات بود، میره تو یک سمیناری برای سفرا صحبت کنه. چی میگه ایشون؟ میگه آقایون، داداشان، سفرام، یه لحظه تشریف بیارین، قربونتون برم، سکوت لطفا. آقا من یه زحمتی بکشید، اگر تشریف بردید کشوری، دعوت شدید، حالا پرستویی چیزی دست گلی باب دادید، خودتون زودتر بیاین به ما بگین، قربونتون برم. یعنی اینجوری نشه که یهو عکس و فیلم شما برسه دست ما، ما گرفتار شیم. خیلی متشکرم. خب از اینجا به بعد تاریخ ما دیگه داستان پرستو بازی اصلا همه گیر میشه. هر از چندی خبر استعفای مدیری از مدیران مملکت بی دلیل یهو به گوش همه میرسه، همه میگم چی شد این که خوب بود تا دیروز، اوکی بود که؟ و داستان چیه؟ عموما گمان زنی ها اینه که ایشون قربانی پرستو یا کلاغ شده. برای چندین مقام استانی و مسئول و اینا فیلمایی در اومد که شباهت های فیلم هم نشون میداد که درگیر دام عسل شدن احتمالاً، کار پرستوس و قضاوتش البته با شما. یه مثال، آفرین چیتساز به عنوان پرستویی که با 5 وزیر دولت روحانی بله مطرح شد، یه مثال پرستو. حتی گفته شد علی جنتی وزیر ارشاد دولت روحانی هم به همین دلیل اصلا استفاده داد، محل حرفیست. یه پرستوی اسرائیلی، این رو هم مثال بزنیم، خانومی بود به نام کاترین شکدم، یک پرستوی اسرائیلی که گفته بود بنده به اسلام گرویدم، اصلا مسلمون شدم. بسیار هم مورد توجه بسیاری از مقامات ایرانی قرار گرفتیشون، با جناب آقای ابراهیم رئیسی هم مصاحبه داشته خانم شکدم و بسیاری مقامات دیگر. حالا این ملاقات ها و صحبت ها که انجام میشه، یهویشون میره و شروع میکنه مقاله نوشتن در روزنامه های اسرائیلی و از جمهوری اسلامی و یهود ستیزیش و پرونده هسته‌ای شروع میکنه بد نوشتن. یهو از این رو به اون رو میشه. یه صحبتی هست که نادر طالبزاده از چهره‌های رسانه‌ای اصلی جریان انقلابی عامل ورود این خانم بوده به ساختار در واقع رسانه‌ای و ساختار ایران، و جالب کمی بعد از خروج این خانم از ایران و لو رفتن داستانش، جناب نادر طالبزاده جان به جان آفرین تسلیم کرد یهویی. و بعد از مرگ طالبزاده هم شکدم نوشت طالبزاده خودش یهودی مخفی بود، که البته مقامات ایران تکذیبش کردن و ما هم مثل همیشه قضاوتی نداریم. قضاوت با شماست.
داستان پرستوها در ایران زمین بسیار طولانیه، اما این وسط دو تا مورد خیلی جامعه رو تکون داد. واقعا اول قتل خانم فاطمه قائم مقامی بود که داستانش چی بود؟ مهماندار هواپیما بود که شایعه شد با یکی از مسئولان وزارت اطلاعات که در قتل‌های زنجیره‌ای نقش داشته رابطه داشته. ایشون رابطه گرفته و به اطلاعاتی از این قتل هم دست پیدا کرده و نتیجهش گلچین روزگار تو ماشین شخصیش و به ضرب گلوله اومد گل عمر ایشون رو چید. این یه مورد. مورد بعدی که جامعه را تکون داد چی بود؟ قطعا به یاد دارید، داستان محمد علی نجفی، شهردار اصلاح طلب تهران و همسر دوم ایشون، البته همسر دوم مقتول ایشون، خانم میترا استاد. باز هم گمان زنی هایی وجود داره که نجفی عاشق خانم استاد میشه، حتی طوری میشه که براش مهمونی گنده در برج میلاد میگیره. مهمونا هم با ظاهری که هیچ نسبتی با مقامات جمهوری اسلامی نداشتن میان میشینن دور میز و یه نوشیدنی هم اونجا به زور با آقای نجفی میدن بخوره که گویا مشروب بوده. شما اینو در نظر بگیر، برج میلاد با اون لباسا دور می سلامتی فلان، دوربین های مداربسته هم داره ضبط میکنه. بله، و نتیجهش هم قابل حدسه. وضعیت نجفی و خانم استاد طوری شد که شهردار تهران مجبور میشه از سمتش استعفا بده. اما داستان به همینجا ختم نمیشه، این داستان بوی خون میداده از ابتدا. گویا آقای نجفی اسلحه تهیه میکنه، میره خونه ای که با خانم استاد داشته که گویا بسیار لاکچری هم بوده و میره تو حموم و بنگ 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 کار همسر دومش رو میسازه. خیلی ها میگن نجفی چون فهمیده بود میترا استاد پرستوی یکی از نهادهای امنیتیه، شخصا اقدام کرده بود و پرستو رو حذف کرده بود و زندان رو به جان خریده بود. صدها سند از سرویس های جاسوسی مختلف در کشورهای مختلف منتشر شده که نشون میده تقریبا همه کشورها از مدل دام عسل برای گرفتار کردن چهره‌های تاثیرگذار و مطلع استفاده میکردند، میکنند و شما بشنو خواهند کرد. از شوروی و بعد روسیه بگیریم تا سیا و اداره امنیت و اطلاعات فرانسه و هلند و آلمان، به خصوص دوران آلمان شرقی، هند و غیره. اگر بخوایم لیست کنیم باید سری به کشورهای سازمان ملل بزنیم، همشون هستن. جالبه تو گزارشی از فارین پالیسی که یکی از منابع این قسمت از پادکست مورخ هم بود در ابتدا عرض کردم، از قول یک خانم دیپلماتی که اسمش البته در گزارش آورده نشده، ناشناسه، یک داستانی روایت میشه بسیار تکان‌دهنده است. چیه داستان؟ این خانم در آلمان شرقی گرفتار کلاغ شده بوده. کلاغ چی بود؟ آقایون خوشبرروی که می اومدن اغوا میکردند. تعریف میکنه این خانم، میگه وقتی سرویس‌های امنیتی خودمون به من گفتن آقا این کلاغ جاسوسه، من بهشون گفتم میذارم دهنتون ها، اصلا برید رد کارتون، من عاشق منه این، منم عاشق اونم، این حرفا چیه؟ و تا ته داستانم باور نکرده این خانم که گرفتار تله عسل شده. اینجوری کار بلدن و آموزش میبینند که طرف حدسم نمیزنه و حتی مثل این مورد حس میکنه که عشق واقعیه، عشق آتشینه. اینم تو پرانتز عرض کنم جذابه، چینی ها که اصلا خیلی پیشرفت جدی کردن، عمیق استفاده میکنن. امروز روز چینی ها به شکل حرفه‌ای برای سیاسیون پرستو و کلاغ میفرستن، از اون ور غیر از سیاسیون برنامه جدی برای تجار مشهور دنیا هم دارن. اصلا این حرفا نیست، الکی قدرت اقتصادی اول دنیا نمیشه شد یه جورایی. در واقع چین یک عملکرد جذاب کرد، همزمان پرستوی سیاسی اقتصادی داره وارد بازار میکنه. از اون طرف از همه اینها گفتیم، انگلیس هم حیفه دیگه اسمش نه، ناراحت میشه. انگلیس و سازمان امنیت و اطلاعاتش یعنی MI6 بسیار ویژه داستان پرستو و کلاغ رو با سبک خودش البته پیش برده و پیش میبره. شما بشنو که پیش خواهد برد. فقط کافیه برای مثال به یک کاراکتر سینمایی مشهور انگلیسی فکر کنیم، جیمز باند، که بارها در ادبیات امنیتی انگلیس مطرح شده که جیمز باند درست یک کاراکتر فیلمه، اما
نمادی است از توانمندی اطلاعاتی و امنیتی MI6 و اساساً انگلستان. حالا اگه پیگیر باشیم جیمز باند و فیلماشو، که احتمال میدم بسیاری از شما خوبان دیده باشید جیمز باند رو، و اگر ندیدید ببینید و بشنوید، و اگر علاقه‌مندید بنویسید الان برای ما که در سینما مورخ به تاریخش بپردازیم که بی‌نظیره. قطعاً این مسئله به چشم شما هم خورده که این جاسوس مرموز آقای جیمز باند اساساً از جذابیت‌های جنسیش برای پیشبرد اهدافش استفاده می‌کنه. این نکته جذاب بگم، البته حالا بیشتر بحث سینماست، دانیل کریگ که آخرین جیمز باند رو بازی کرد، خیلی‌ها این نقد رو به بازیش داشتند که این جیمز بانده بزن بهادره، بزن بکشه، جیمز بانده اغواگره نیست. اون که مثلا شون کانری بازیکت خیلی بهتر بود، که اساساً با اغواگری و برندی خوردن با یک خانم وارد داستان میشه، داستانو حل میکرد. اگر ملاحظه بکنید در جیمز باند در تمام قسمتاش همیشه یک کاراکتر زن ویژه وجود داره که جیمز باند میاد در یک فرایندی ارتباط برقرار میکنه با اون آدم، اغواش میکنه و کل داستان فیلم به این شکل پیش میره و حل میشه. اجازه بدید بیش از این درباره جیمز باند حرف نزنم. امیدوارم به زودی در سینما مورخ در خدمت شما باشیم با تاریخ جیمز باند. خب، از اغلب کشورها، در واقع کشورهای مطرح در حوزه امنیت و اطلاعات صحبت کردیم. حالا این نکته میخوام بگم، این کشورها همه یه طرف، موساد اسرائیل یه طرف، یعنی اصلا ویژه از دام عسل استفاده میکنه اسرائیل. جالبه ما در چند وقت اخیر در مورخ به واسطه اتفاقات منطقه‌ای خیلی پرداختیم به تاریخ اسرائیل، عملکردش، حتی فلسطین و کشورهای منطقه که درگیرن در اتفاقات فعلی. پیشنهاد میکنم سری به پلی لیستش بزنید. به هر حال یه مثال از عملکرد اسرائیل بزنم در این حوزه. کسی که پرونده هسته‌ای اسرائیل تو انگلیس افشا کرد، تومه پرستو شد. یا مثلا خانم زیپی لیونی، وزیر امور خارجه اسبق اسرائیل، هم یک زمانی در قامت پرستو به کشورش خدمت می‌کرده. حتی خانم ریتا، معشوقه محمود درویش، شاعر ملی فلسطین، که کلی شعرم در باب معشوقش داره بنده خدا، بعداً معلوم شد که پرستو بوده. این را حالا مفصل پرداختیم در قسمت‌های مربوط به فلسطین و اسرائیل به محمود درویش و این داستان، که اصلا خانومه پامیشه میره از شدت علاقه‌ای که این دو نفر پیدا میکنن نسبت به هم. میگه به من زنگ نزن، من پرستو اسرائیلم. به هر حال به یک نتیجه میرسیم از همه این صحبت‌ها، پرستو و کلاغ‌ها همه جا هستند. امروز و در عصر IT، تله عسل یا همون هانی تراپ تنها به حضور حقیقی پرستوها و کلاغ‌ها در زندگی طعمه‌هاشون محدود نمیشه. دیگه حضور فقط فیزیکی نیست، حالا و امروز تله عسل دیجیتال و مجازی هم شده است. اما به نظر میرسه الگوی تمام تله های جنسی، چه حقیقی و چه مجازی، یک چیزه. میشل فوکو، فیلسوف معروف فرانسوی، معتقد جذاب ترین تجربه جنسی ارتباط با یک غریب است. درست یا غلط؟ این دقیقا اولین گام پرستوها و کلاغ‌های جذاب داستان ماست. در تمام طول تاریخشون از زمان شوروی تا به امروز، گام بعدیشون چیه؟ همون غریبه باید به شکل عمیقی تبدیل به یک آشنا بشه. اینجاست که شاعر میگه غریب آشنا دوست دارم بیا. اون غریبه باید تبدیل به یک آشنا بشه. اما چه آشنایی؟ انسانها دوروبرشون بسیار آشنا دارند، باید تبدیل به آشنایی شود که براش آموزش دیده است. آشنایی با قابلیت سازش بسیار بالا که میتونه طعمه رو به هر کاری وادار کنه و هر بلایی که سرویس اطلاعاتی دلش میخواد سر طعمه بیاره. روزی محمود درویش برای معشوقش نوشت: من بر خلاف قبیله و وطن و باورهامون عاشقت شدم، اما میترسم تو مرا ناامید کنی. بعدها اما وقتی محمود درویش فهمید ریتا پرستوی اسرائیل بوده، براش نوشت: حس میکنم وطنم دوباره اشغال شده است. شاید برای تو چیز بی اهمیتی باشد، اما آن قلب من بود. بله، و هیچ چیز دردناکتر از یک قلب شکسته در تاریخ نبوده.
زمان ما به فرجام رسید و کلام ما. من احمد هاشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. ضمن اینکه در ادامه خواهیم دید ویدیوهای ارسالی از طرف شما خوبان مخاطبان پرمهر پادکست مورخ رو تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی در پادکست مورخ. سالم باشید و در صلح. شما رو به تاریخ میسپارم و میبینمت. سلام احمد آقای با عشق و دوست داشتنی و خوشکلام و زیبا گفتار و دوستان و همکاران عزیزش تو گروه پادکست. لقب شوالیه صلیب بزرگ سن میشل و سن جورج رو کسب کرد، اما اگرچه همیشه مدال شوالیه رو به سینش میزد ولی هیچ وقت دوست ویدیوهایی از خود بگیرید و برای ما بفرستید. دایدی تلگرامی ادساین مبارخ ادمین. آیا اختلاف بین اسکاتلند و انگلستان اینجوری حل شد؟ خیر. در اون دوران جنگ و جدل نتانیاهو و اوباما از همون ابتدای درخواست رئیس جمهور جدید آمریکا از